140 کیلومتر حرکات مخاطره آمیز. عرض کنم خدمت شما که دیروز همکارای ما متوقف کردن تو بزرگراه صد. البته به این راحتی هم توقیف نشد، ما طرح خاص پلیسی داریم که با اون طرح متوقفش کردیم، ولی با 140 کیلومتر که نمیشه برام. اگر بنزم باشه حرکات مارپیچ انجام بدن، سرعت غیر مجاز بره، حتما توسط پلیس قدرتمند راهنمایی تو خواهد شد. و من سواری BMW حرکات دور و در واقع حرکات بی‌هدفی که مد نظر جناب عالی است و همیشه تاکید می‌کنید تو بزرگراه متوقف شد. همکارای بنده در چندین مرحله رصد کردم که دوردورای بی‌هدفی داشت. ما اینا رو دارید؟ بله ما کاملا مستند سازی شده. تو در واقع با همون دیویژنی که ملازم می‌کنی حالا اگر محبت کنید اینا با هم یک کورس گذاشته بودن. گاز بده سر. گاز داخل. بله. گاز بده. داخل اگزوز یک قطعه این از تخلفاتی که برخی از رانندگان که هنگرهای اجتماعی رو به خطر می‌ندازند و این سوال می‌دارم این رفتار است که با تغییراتی که در خودرو اجزای خودرو و کیت‌هایی که اون سوار می‌کنند نمی‌دونم خودروهای روانی می‌خواد تخریب کنه یا نه، تو اجتماع جای اینها نیست. پلیس برخورد می‌کنه کاملا جدی و توقیف و مراجع قضایی محلی بعد است. ما ماهیانه پلیس نامحسوسمون میانگین 3000 به بالا 3000 تا 3200 ما توقیف حادثه ساز داریم. تخلفات فقط حادثه ساز در پلیس بزرگراه و مخصوصا در بزرگراه تهران. بله بالغ بر 3000 ما توقیف متخلف. بله خودروهایی که فاقد ماینه فنی هستن، دوزا هستن، پلاکشون فک میشه، پلاک اضافه تعمیرگاه دریافت میکنه و کمتر 24 ساعت بعد حتما مراجعه کن به تعمیرگاه. تعمیر که شد با گرفتار ماین فنی پلاک اصلی تعمیر شد. چه تعداد از اینا رو در واقع از ابتدای سال تا الان شما فرستادی تعمیر دارید؟ رئیس نزدیک 1400 دستگاه اضافه تعمیرگاه شدن، ماین فنی گرفتن و پلاک نزدیک 115,000 برگم ما اعمال قانون در مورد فاقد ماین فنی داشتیم. روی همه میکسرهای بتن حسب دستوری که فرموده بودی تجهیزات کنترل ناوگان نصب شده، جی پی اس و مودم برای ارزیابی محل در واقع استقرار اینها، سرعت اینها و موقعیت جغرافیایی اینها و اینها در واقع الان میکسرهای بتون که در این در واقع قسمت مشاهده میکنین اینها به سامانه باسکولشون در واقع سامانه وصل شده. قبل از حرکت اینها وزن میشن، اگر وزنشون غیر مجاز باشه باربگ براشون صادر نمیشه. خودروهایی که به صورت قرمز رنگ ملاحظه میکنید خودروهایی هستن که اینها یا وزنشون دچار مشکل هست یا مجوز ندارن یا سرعت غیر مجاز داشتن و اونهایی که سبز اونهایی است که همه مواردش در واقع چک شده. یعنی با این سامانه AVLS که رو اینها نصب میشه تمام تخلفات اینا رو شما بله. میتونید هر موردی که سردار حمیدی همکارانمون در پلیس راهور تحقیق داشتن بله کاملا اینها رو چک میکنه. باره ای که معمولا از سمت بندر بنادر جنوب میان، یخچال هستن، یخچال هایی که غیر مجاز هستن، خارجی هستن، اینا هم بعض شیشه های دودی هستن که باز با آرم کشور آمریکا هستن حالا وارد شدن. من با اقسام کالای قاچاق اتوبوسی که کارش حمل مسافره و باید خدمات بده به مسافرین و در اینجا رو خوشتن برای اینکه خدمات بدن به مسافرین اتاق خوابشون هم پر میکنن. آره حتی اتاق خوابشون هم بله. پر میکنن یه استراد دارید شده مرکزی برای حمل کالای قاچاق. ظرف از کجاست؟ ظرف قطعا از مراکز در واقع پایانه هایی که اینا رو مدیریت میکنن و کنترل نمیکنن. رانندگان ماشین ها بدونن این که افتادن تو جاده های بین شهری و محور مواصلات این نیست که رهاش کده باشن. این خودرو بالغ بر 190 کیلومتر سرعت میره که توسط همکاران عزیزم در پلیس را توقیف شد. یه نمونه ماشینی که تقویت کرده و تقویت کرده موتورش رو موتورش تقویت موتورش رو تقویت که این ظرف گواهینامه های نمره منفی هستن که به حد نصاب که میرسن توقیف میشن و خدمت شما عرض کنم قبل از اون براشون پیامک ارسال میشه گواهینامه شون رو بیارن تحویل بدن. اگر تحویل ندن خب سطح خیابون همکارای ما مشاهده میکنن و توقیف میکنن. یعنی وقتی که نمره منفی برسه براشون پیامک ارسال میشه، پیامک اگر نیان توقیف میشه، هرچه که دیدنشون توقیف میشه، بله گواهینامه توقیف میشه، هم گواهینامه شون ضبط میشه. بله خلافی بالا که آماری که آخرین آماری که من گرفتم تا
تقریبا 51,082 مورد بوده که از این تعداد که الان 30 نمره منفی به بالا در تهران. بله. نظارت بر آموزشگاه‌های راهنمایی و رانندگی یکی از موضوعات جدی است که پلیس راهور ما داره دنبال می‌کنه و کوچکترین تخلف رو در واقع ازش نخواهیم گذشت. تخلف می‌کردن سردار اینا؟ مواردی بوده که جعل گواهینامه داره. جعل گواهینامه سردار اینم دستگاه فرستنده و گیرنده ایه که خب ما بین اون هنرجو و کسی که بیرون بوده ارتباط برقرار می‌کردن. بله ارتباط برقرار می‌کردن که توسط بازرسین ما که در محل آزمون‌ها نظارت کردن کش شدن و اینا هم تحویل مرجع قضایی شدن با نفراتی که اینا موتورایی هستند که از 750 سی سی به بالان تا 1400 پلاک ندارن، گواهینامه متناسب ندارن، حرکات مخاطره آمیز انجام میدن تو بزرگراه و حتی صدای اگزوز وحشتناک طوری که ما با ترایی که انجام میدیم زمانی که متوقف میکنیم مثلا ایجاد رعب و وحشت میکنه بین مردم میترسن واقعا. همین موتور پارسال تو بزرگراه نیایش به علت حرکات مخاطره آمیز در واقع جان راکبش رو گرفت. اولین مرحله طرح انضباط اجتماعی و ایمنی ترافیک رو عزیزانمون به مرحله اجرا در آوردن. هدف این طرح برخورد با ناهنجاری های اجتماعی، برخورد با موتورسیکلت سواران سنگین که رفتارهای خارج از عرف و مخاطره آمیز رو مرتکب میشن، برخورد با انواع و اقسام تخلفات مرتبط با پلاک، از فک پلاک، مخدوش کردن پلاک، پوشاندن پلاک، برخورد با کسانی که رعایت نمی‌کنن ضوابط تبلیغات رو روی خودرو و تبلیغات بغل نویسی‌های خودرو، برخورد با خودروهای دودزا، آلاینده، فاقد معاینه فنی، برخورد با خودروهای حمل کننده بارهای غیر مجاز و نامتعارف، برخورد با کسانی که خلافی بالا دارن، خودروهایی که بالای 3 میلیون در واقع خلاف دارن و اصلا ابایی ندارن باز هم دارن مرتکب تخلف میشن، برخورد با خودروها و رانندگان و گواهینامه دارانی که نمره منفی 30 به بالا دارن، برخورد با خودروهای در واقع و سایر تخلفات خودرو، خودروهایی که به صورت در واقع شوتی دارن حرکت میکنن و سرعتهای سرسام‌آور دارن، خودروهایی که در واقع کالای قاچاق رو مخصوص حمل مسافرن ولی انواع و اقسام کالای قاچاق رو در واقع حمل میکنن و حالا خودروهایی که حادثه سازن در محورهای مواصلاتی غیر از محورهای داخل شهری و بزرگراهی. پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ تنها پلیسی است که در طول 4 سال گذشته هر سال کاهش حوادث و کشته های رانندگی رو داشته و این لوح و برگ زرینی است بر تلاش همکارانم در پلیس راهنمایی رانندگی که تو این 4 سال برای خودشون در واقع کنار گذاشتن. همونطوری که میبینید از 666 به 549 ما رسوندیم، بیش از 100 نفر کاهش کشته الحمدلله داشتیم و این روند ادامه پیدا میکنه. البته بهتون بگم اگر موتور سوارا بذاره ما از رفتارهای نامتعارف موتور سواران گله‌مندیم. گله‌مندی ما به خاطر گله‌مندی مردم هست. ما همینجا به این عزیزان اعلام میکنیم استفاده از این وسیله از یک طرف بسیار خوبه، اون چیزی که پلیس از اونها درخواست داره و این درخواست مردم هست رعایت قوانین و مقررات است.